به به، سلام، امیدوارم که خوب باشید. من هم امیدوارم خوب باشم، یعنی خوب هستم. دوستان و آشنایان میگن خوبم، خودم ادعایی ندارم. با خبرهای خارجی شروع میکنیم در رابطه با آمریکا و سوریه، که اینکه بالاخره آقای اوباما حاضر هستش که گوشمالی بده به آقای بشار اسد بابت شیمیایی کردند. گزارش هایی که به برنامه گربه ما رسیده تا آخرین لحظه، قرار این شده استش که سوریه به آمریکا حمله کنه، که به هر حال آقای اوباما شدیداً مواظب خواهد بود که در این حمله سوریه از سلاح شیمیایی استفاده نکنه برای زدن آمریکا. و اون سرباز نیروی دریایی هم که میگن که چند روز پیش زد یه در و کشت توی آمریکا، میگن که اون هم فرستاده بشار اسد بده، نمیدونم. ولی این کاریکاتور، این کارتون رو میبینیم که آقای جان کری هست و آقای اوباما هست و آقای پوتین هست و آقای جان کری وزیر خارجه و آقای اوباما میگه انقدر گفتم به این رو نده، رو دادی به اشکال اومد اینجا تکون میده. ببخشید، البته اون یه خود مؤدبانه تر میگه، ولی این کلمه انگلیسیشو من نتونستم ترجمه کنم. پسر منم که استاد زبان انگلیسی و انگلیسی رو خیلی خوب میدونه، این کلمه توینکینگ همچین چیزی رو گفتش که اصلا این شطب این کلمه ها چیکار داری، این چیزیه که یه نوع رقصه، یه چیزیه، کلمه جدیدیه و اصلا نمیخواد حالا ترجمه چی کنی. من همجور تحت لفظی گفتم، اما برسیم خبرهای داخلی که کلمه انگلیسی هم نداره. و اینکه آقای روحانی جون داره کابینه خودشو همینجوری تشکیل میده و آدم خیلی مهم میاره بعد از آقای پور محمد. آقای علی جنتی رو ایشون برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آره آره، و میگن بسیار وزیر سختگیر و مدبر و دقیقی هستش که خیلی اهل تشخیصه، همچون که تو این عکس میبینید دقیقا تصمیمات خودشو عملی میکنه و تشخیصات خودش رو برحال مواظبه که اشتباه نشه. آدم دقیقیه، ببینید در یه مصاحبه هم قبلا گفته بود که خیلی دلش میخواسته که اون موقع که جنگی بوده در جبهه جنگ میبوده و شربت شهادت مینوشیده، ولی خب حالا داره جبران مافات میکنه با شربت خنک در هتل، و خیلی میگن که وسواسیه در این مورد. حالا یه وسواسی هم اینجا ما داریم، این آقای رامین در اتاق فرمانی که میگه چرا عکس تو بعض وقتا میره دست زیر عکس. و من خواهش میکنم از شما که به اتاق فرمان بگید آقا کوتاه بیان، یه خود به من سخت نگیرم، ولی دست من اگه میره زیر عکس آقای وزیری کسی هر جایی یه مقداری سخت نگیرن. دیگر خبرهای مملکتمون، تصادفات جاده ها و بی‌مبالاتی راننده های اتوبوس های مسافربریه. و این از اون همون آغاز مشخص شد که راننده های اتوبوس های مسافربری در جمهوری اسلامی زیاد مواظب جون راننده، زیاد مراعات مسائل رو نمی کنن. اولی موردش همون اتوبوسی بود که پر از نویسنده و خبرنگار و روزنامه نویس بود که به بهانه‌ای که میخوان برن به ارمنستان اینا رو سوار اتوبوس کرده بودن و به راننده گفته بودن بنداز ته دره، ولی باز این راننده وظیفه شناسی نکرده بود و اتوبوس رو نتونسته بود بندازه ته دره، خودش پریده بود پایین، ولی برای بچه های روزنامه نویس پریده بودن اتوبوس رو نگه داشته بودن. و میگن شاهدای عینی که همون موقع یک بنز سیاه رنگ هم با چند نفر از این عینک دودیا اومد رد شد، اومده بودن ببینن که اتوبوس افتاد ته دره، کسی مجروح شده، نیمه جونی هست و اینا، خلاصه یه ترتیب براش بدن که دیگه مشکلات بعدی ایجاد نشه. خود راننده را اگر زنده است یه کاری بکنن که خب دیگه زنده نباشه. از همون
موقع معلوم شد که راننده ها چه اونایی که قصد کشتن سرنشین رو دارن چه اونایی که قرار سرنشین رو نکشن زیاد توجه ندارن. حالا علتش چیه من میگم. اول این آقای راننده رو ببینیم که پشت فرمون داره پیتزا میخوره، به به نوش جونش البته پیتزا بخوره. در زمان قدیم تابلوهایی که حواس راننده رو پرت میکرد اینها مثل تابلوی سردر سینما هستش که این روزنامه نوشته آقایان پشت فرمان عکسای سکسی سردر سینما رو تماشا نکنید، خطرناکی که میگه 5 تا 10 تا تصادف روزانه مال این عکسایی که سردر سینما از البته خب اون تو شهر بود و حالا تصادف هم یه میخوردن به هم. اما این آقای راننده که داره پیتزا میخوره نگاه کنید تو همین فاصله که من داشتم اون عکس رو نگاه میکردم یه مقدار از پیتزاشم خورد. حالا نمیدونم پیتزای چی هم هست، عیب هم نداره آن جونش، نمیشه هم که اعتراض کرد. میدونیم که اعتراض کنیم همه ما میدونیم چی جواب، ایرانی هستیم ما. چه نخورم بدم تو بخوری؟ آقا پتا بیار رانندگی که من بخورم، نهارم نخورم. کسی جرأت داره بگه تو وقت نهارت کی بوده و چرا الان داری پشت فرمون پیتزا میخوری؟ نه حالا عکس هم که این بابا گرفتن ازش دوزدکی که تم گیده چه خبرته چیشه، برو برو با تیاره برو اگه میخوای که خلبان برات رانندگی کنه، وگر نه من باید پیتزا بخورم. پیتزا سوگه چیه؟ این فرمونم گرده، اینه که زیاد قبحی نداره خوردنش. چیه بی فستور گانوف که نخوردم، که آبگوش که نخوردم که باشه فرمون. چی میگی راست میگه؟ آبگوش دیزی، حالا فکر کنی که دیزی باشه فرمون بخوره باید سپاسگزار باشیم ازش که دیزی نخورده، وگه نه تا نون رو تلیز کنه و بخوره و سیب زمینی ها رو پوست بکنه و گوشت رو بکوبه و گوشکو بیده درست کنه و گوشکو بخواد بلیسه دیگه، گوشکو باید بده نکیر و منکر بلیسن، البته اگر به این اعتقادات این وری هم داشته باشه، وگه نه اگر نکیر و منکری توی کار نباشد پلیس را باید بیاد گوشکوب رو بلیسه. و علت این تصادفات اتوبوس ها در جمهوری اسلامی من فکر کنم که افزایشش بر این اساس هستش که یک دلگرمی راننده ها پیدا میکنن بابت صلواتی که مسافرها میفرستن. همیشه تو همه اتوبوس ها و هواپیما ها در جمهوری اسلامی یه نفر هستش که اون از اون وسط ها به طور خودجوش میگه که نمیدونم در سرازیری قبر باب الهوایج به دادت برسه، صلوات بفرست. حالا باب الهوایج تو سرازیری قبر دیگه آدم چه حاجتی داره؟ کار نداریم. من بچگی همیشه دلم میخواستش که وقتی بزرگ میشم همون آدمه باشم که تو اتوبوس نشسته و میگه صلوات بفرستین. این خیلی کار رسانه‌ای شومنی دوست داشتم، نمیدستم که حالا بزرگ میشم میام توی تلویزیون. همیشه هم گوش میدادم چی میگه، بعد میگفتن صلوات دوم رو آخه اگر صلوات اول به اندازه کافی کارساز نبود دو تا سه تا صلوات دوم رو جدیدتر خط کنم. فکر میکنم میگن جدیدتر اون موقع، میگه جلیتر یعنی مثلا پور جلوتر و بلندتر و اینا. این صلوات که میفرستن خب رانندم درش گرم میشه و خیال میکنه که از تصادف خواهد جلوگیری میکنه. نه اینطور نیست. خب صلوات فرستادن یه همصداییست، یه همنواییست، یه دلگرمیست، یه آرزوه، حالا یه دعاست، عیب نداره دیگه. اینا صدای جمعن میگن. اما تصور این که این صلوات لاستیک نازک ساخت چین اتوبوس رو مثلا کلوفترش میکنه یا انحنای پیچ تند جاده رو یه خود نرمترش میکنه، خب دیگه اشتباهه. یعنی اگر که راننده فکر کنه که این صلوات سرعت رو براش کنترل میکنه، به موقع ترمز میگیره و به موقع فرمان میپیچه، دیگه اون راننده به جای اینکه پیتزا بخوره من فکر کنم باید ساندویچ مغز بخوره. اونم نه ساندویچ مغز خر. به هر حال صلوات
میگم کاری به اون بخش مذهبیش ندارم، سنتیش ندارم یا دارم، برحال یعنی رحمت خدا بر پیامبر و آل پیامبر و خانواده پیغمبر. خب پیغمبر که توی اتوبوس نیست که رحمت خدا الزاماً همون موقع شامل کل این اتوبوس بشه. و حالا اگر هم وقتی میگن صلوات بفرست همه نفرستن، بعضیا من همیشه فکر کنم اگه یک نفر دو نفر صلوات نفرستن آیا این اتوبوس بلای سرش میاد یا نمیاد. بچگی ها اینجوری فکر میکردن. و همیشه تو تصادفات اگر کسی زنده میمون میگفتن این همونیه که صلوات فرستاده بوده، بقیه چون صلوات نفرستادن به سزای اعمال خودشون رسیدن. اما به هر حال قبول کنیم عقل، حرف عقل رو، که صلوات در عمل کاری نمیکنه، مکانیکی نیست، یک صوتی است برای دلگرمی، برای نمیدونم ابراز ارادت، ابراز اعتقاد. اما در جمهوری اسلامی خیلی زیاد شده پست صلواتی داریم. نه بفرمایید، واکس صلواتی داریم. مثلا این واکس اسوانی گفته که مثلا انقدر صلوات پیشرس میگیریم، بعد که بیانه میگیریم، بعد که واکس زدیم انقدر هم بر برق میندازیم، انقدر صلوات اضافه میگیره. خب شوخی با صلوات هم کرده، تلگراف صلواتی. خب خوبه، ایستگاه شربت و چای اینجا صلواتی، جنان صلواتی، افطاری صلواتی، ایستگاه صلواتی هستن اینجا، بانک صلواتی. شلوغ میشه، صف میبندن، قلقله میکنن، آقا برو کنار، خانم برو کنار، مال منه، اون مال منه. البته یه دم هستن که مستحقم هستن، اعتقادم دارند به، یعنی اعتقاد که منظورم اینه که نیاز دارن به هر حال کمکی بشه، ولی اونها آرشون میاد، کسشنشون میشه که برای یه چیز مفتی اینجور خودشون رو بندازن جلو و شلوغش کنند. و اگر اینکه واقعا یه وقتی هستش که یه چیز صلواتی باشه که بی طلبه، مثل مثلا این نه البته این شوخی بود. بعد دیگه حالا من شوخی میکنم، خودشون هم شوخی میکنن، مدرنش میکنن. دانلود صلواتی، بلوتوث صلواتی، نمیدونم با صلوات چطوری میشه دانلود کرد. من با این اتاقای این مهندس آرش مسئول سایبر رو اینترنت ایران فردا بپرسم که بلوتوث با صلوات یا دانلود با صلوات چطوری عملی در اونم در فیروزآباد. حالا باد صلواتی اقلا یه چیزی، باد صلواتی یعنی خب دیگه گذشته دیگه، جهت شادی روح در گذشتگان. اینجا باد صلواتی است. خب آره، در گذشتگان کی؟ در گذشتگان صابات دیگه، نه اینکه اون کسی که صلوات میفرسته که باد مجانی میگیره که در گذشتگانش فکر نمیکنم روحشون شاد بشه، یعنی قرار نیست. روح امیدوارم که روح در گذشتگان این آدمی که همچی کار خیری کرده شاد بشه، اما نمیدونم مگه روح در گذشتگانش چقدر غمگین هستن که این اصلا 24 ساعته تابلو زده و یک مغازه‌ای رو نظر این که صلوات کرده. خب کار یه سری کار خیریه هستش که به اسم صلواتی انجام میشه، ایناش خوبه. اما بعض وقتا این یه چیز صلواتی اعلام میکنن که آدم چندسش میشه، که زشته، که حقیره، که نکبت باره، کثیفه. چی؟ بگم چیه صلواتی؟ درالا قاضی صلواتی، بله ایشون هستن، اون قاضی صلواتی. حالتون گرفته شد؟ خب حالا یه صلواتی خنده دار. چی صلواتی؟
الان براتون میگم بفرمایید. اینم ایستگاه صلواتی ویژه خواهران در خواهران. ولی خب خواهران نیستن اینجا، 22 تا تقریبا برادران هستن. فکر کنم یه خواهر صلواتی پشت این پرده باید پنهان باشه. خواهران ویژه صلواتی به هر حال اینجا باید دقت کرد که خرافات رو قاطی اعتقادات نکنیم و قاطی سنت ها هم نکنیم و راننده ها هم خواهش کنیم که یه خود مراعات کنن. توی اینترنت داشتم میخوندم که جوانی نوشته بود که دوست دارم با آرامش در خواب بمیرم راحت در 45 سالگی مثل پدر بزرگم آسید علی راننده، نه با جیغ و داد و وحشت و فریاد مثل مسافرهای اتوبوسش. و خواهش میکنم پیسهاشون رو راننده های عزیز بخورن، اما رعایت هم بکنن و زیاد همه چیز رو به صلوات رها نکنن. عبید زاکانی میگوید که شخصی میگفت چشمم درد میکند و با آیات و ادعیه مداوا میکنم. یعنی مثلا حرز جواد رو نمیدن و یک ها رو نمیدن، اینا رو ریخته مثلا آب مالونده چیکار کرده گذاشته رو چشمش. تلحک گفت اندکی انزروت نیست بدانها بیافزای. انزروت مسکن بوده، سمق درختی بوده، کاری مثلا آنتیبیوتیکی آسپرینی چیزی کرده که عبید اینجا میخواد بگه. خب ترجمه نکنم من، عبید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا انزروت دوای چشم بذار رو چشمت و نه اینکه فکر کنی دعا معجزه میگه. نفهمیدم چه پیچیدگی میخورد حالا این راننده، حالا فرقم نمیکنه. این باور کردن های اینجوریه که اون به حکومت ها رو میذاره به اون جایی که ملتی رو بذارن سر کار. الان چای جمکنان درست کردن، از چای نفت درآمدش برشون بیشتره چاه جمکران، و حالا تازه تقش در اومده. یعنی تقش در بردن که چی؟ دارو ترجمه اونجا باید درست کنن برای اینکه چی میگن اینها زائران گرامی، لطفا نامه های خود را قبل از انداختن به چاه به عربی نویسی، چون روایت است که امام زمان عج به زبان فارسی مسلط نیست. چطور امام زمان عج به زبان فارسی مسلط نیست ولی زائران بدبخت دردمند بیچاره ساده لوح فلان باید به عربی مسلط باشه؟ البته که نه، البته که نه. اینجا هم چهار تا طلبه و اینا یه دکون جدیده که دار ترجمه واکنن اونجا که نامه های بدبخت رو بگیرن حالا به عربی کنن، یه پولی هم اینجوری ازشون بگیرن. البته امام زمان فکر نمیکنم عربی بلد نباشه. یعنی آقای احمد رجا تا اون موقعی که مرتب میگه هر روز با امام زمان داره صحبت میکنه و اون آقای مشایی که هر روز جناشو میگرفت به امام زمان نشون میداد راجع به هر جنی با امام صحبت کرد، هیچ وقت صحبت نکردن که اینا امام زمان عربی بلد نیست. نه هیچ وقت صحبت نکردن. الان تازه شغل جدید میخوان ایجاد کنن، دارن اینجوری چیز میکنن. حالا مگه امام زمان اونجا چقدر مگه فارسی بلد باید باشه؟ مسلط باشه؟ مگه این نامه ها مگه چی میلیسن روی این نامه ها؟ مقاله علی اصغر حادثه جوادی که نمیندازن توی چاه که امام بخونه فارسیشو نفهمه. امام شفا بده، امام پول بده، امام باجناق منو ورشکست کن، امام مهر این هوو رو از دل شوهر هم 10-20 تا نوع بیشتر فکر نمی کنم که تقاضا باشه که خود امام زمان خودش میتونه. چرا مردم برن دونه دونه مترجم بگیرن و خود امام زمان یه دونه مترجم بگیره اونجا بذاره و بعدم ده تا این نامه رو که بخونه حفظ میشه که امام ویزای آمریکای ما رو درست کن. اینا چیزی نیستش که انقدر اینا بخوان که دکون واکنن و اونجا
تشکیلات درست کنن، این بدبختای بیچاره ای که میان حالا از راه دور با اون فلاکت چیز میکنن، باور میکنن که امام حالا میتونه کاری برشون انجام بده. اون وقت تازه آره تازه این ترجمه رو میندازن، بعد اینا نمیفهمن که اون سر گندش زیر لحافه، فرده اروپا میشه میاد آقا چی؟ چجوری ترجمه کردی؟ چرا اینجوری؟ من گفتم با جناقه ورچکت بشه، خودم ورچکت شدم. آقا چی نوشی تو سیغه رو؟ چجوری از قول من نظر دستوری چجوری نوشی؟ من گفتم هووی من سینه پلو کنه، من خودم دو ماه سینه پلو کردم افتادم. چجوری نوشتی؟ اون یکی میاد عصبانی، من آقا ویزای آمریکا میخواستم، نامه دادم برای امام، ویزای آنتالیا به من دادن، ترکیه نمیخوام برم. دعوا میشه سر جا، شلوغ میشه، بالاخره ممکنه ملت بگیره همین مترجمه رو هم بندازن تو چاه، بگن یا امام تو خودت تکلیف ما رو با اینا معلوم کن. همه اینا میتونه امکان داشته باشه. اینجا که من اینجوری میبینم نوشته، اون زیرش هم چه دیگه نوشته؟ از انداختن مواد غذایی به درون چاه جدا خودداری کنید. روابط عمومی مسجد جمکران لطفاً هم نداره اول جمله حالا، لطفاً به امام زمان غذا ندهید. نه مسکیت گرسنه بدبخت حالا میرن غذا میریزن اونجا درون چاه. خواهر نان نینداز، برادر کشک و بادمجان نینداز، نریز آن قرمه سبزی را دوباره، نجانم تاس کبابم دوست نداره. ببین بر تابلو اینجا نوشته، نه قیمه نه کوکو نه آشرشته. چی میگی که اون تابلو به ما چه؟ نریز بر فرق آقا کل پاچه. آهای اون گوشکوب ننداز مل اون، آقا گوشکوب نمیلیسه اولاق جون. حالا اقلا این چنبه تو اگر می نوشتن یه خود زائرا شیرین‌تر می فهمیدن که باید غذا داخل چاه نندازن، ولی من فکر کنم که آقا فارسی بلد. امام خمینی که نایب امام زمان بود فارسی بلد بود، چطور حالا خود آقا؟ من فکر کنم امام زمان هندی هم بلد باشه. نمیشه هندی هم بلد باشه، ولی البته امام زمان ممکنه این چیزایی رو از مقام رهبری میگه نفهمه چی میگه، برای که مقام رهبری یه چیزایی میگه اصلا میگن که نرمش قهرمانانه. حالا این یعنی چی نرمش قهرمانانه؟ یعنی چی؟ یعنی اینا دارن به خودشون میقبولن قرم قرم رو که بگن به خودشون یواش یواش دارن نخ به آمریکا میدن، منتها میخوان یه جوری بگن که امام زمان نفهمه، اوباما بفهمه، خانواده شهدا نفهمن، ولی آقای جان کری بفهمه که نرمش قهرمانانه دارن میکنن. ولی از فردا هم باز یه عده برای این که رضایت مقام معظم رهبری رو جلب کنن، مثل آقای محسن رضایی، بعضی از این سردارا ممکنه که بخوان که اینها نرمش قهرمانانه خودشون نشون بدن. برای اینکه زیاد قپی نیان این عکسو من اینجا میذارم، اگر میخوان آقای نرمش قهرمانانه بکنن اینجوری نرمش کنن، روزی 10 بار روی این بنویسن، ننویسن، اینجوری خودشونو نرمش کنن، قهرمانیشونو نشون بدن که رهبر معظمم ازشون راضی باشه. و میمونه یک عالمه حرف دیگه ای که من امروز دیگه وقتم تموم میشه. شما نرمش قهرمانانه نکنین تا هفته آینده که من بیام و بگم که چیکار باید بکنین. بفهمین ادعاتون میشه میخواین جلو مقام معظم رهبری خودشینی کنین، اینجوری نرمش قهرمانانه رو یاد بگیرین. راجع به اون که وزیر دادگستریشون هم گفته که به هر حال ارزش انسان در اسلام بر اساس قیمت گاو و گوسفند و شتر است که تعیین میشه، که دیه هستش که خون انسان
قیمتش با قیمت اینا خونبهای انسان بالا پایی میره، که در آینده به نظرم همچی که صحبت ارزو میکنن که دلار چقدر، پوند چقدر، ریال چقدر، باید بگن که شطور رفت بالا، گاو اومد پایین، گوسفند اون وسط هنوز داره بعبع میکنه. ولی خب به هر حال حضور این حیوانات در جمهوری اسلامی باعث میشه که یه مقایسه‌ای هم صورت بگیره. خرهایی رو میبینیم که حالا انقدر کار میکنن که از خرکاری به خرگاری میفتن. ببینین چقدر کار که روز چند ساعت این کار میکنه برای یه لقمه جو، و تازه کره خراش هم لکسوس سوار نمیشن و خانوادش هم نمیرن از بوتیک های لندن و پاریس پالون مد روز مارکدار بخرن. یا گاف گاف، ما گاف داریم از آدم ها. اصلا بی خودی من یاد آیت الله اژه‌ای میفتم که پیرارسال گاز گرفت یک روزنامه نویس و عیسی سرخیز، و این یه موضوع دیگه بود که میخواستم بگم، ولی الان راجع به گاف هایی میگم که میتونن انسان باشن. این گاف رو نگاه کنیدش چقدر انسانه، نیزه خورده، نیزه ها رو از همون گاف بازه، از همون ماتادور خورده، گردش رو ببینید، نیزه هاتش فرو رفته، ولی او درد این گاف باز رو درک میکنه و واسطه و داره نگاهش میکنه و داره دلداریش میده، یا داره غصهش رو میخوره. تو که از محنت دیگران با غمی، بقیه رو ول کن، تو یکی آدمی. کاش که آقای روحانی این گاو رو میذاشت توی کابینه خودش، یک شغل وزارتی بهش میداد، فامیلش هم نمیخواست گالا بیاره دیگه. آخه بل. تا هفته آینده شما رو به گربه و گربه رو به شما میسپارم. بچه ها، این گربه ایران ماست، مواظب باشه از شر سگ های هار مسئول باشه. تا هفته آینده.